خیلی مشکل بزرگیه، معضلیه برای خودش که آدم دندون جلو رو از دست بده. دندون جلو خیلی در ارتباطات ما، در زندگی اجتماعی ما برای ما اهمیت داره، جلوه ظاهر ماست. فرق هم نمی‌کنه خانم یا آقا. پیش میاد که افراد در اثر ضربه یا در اثر عفونت ممکنه یه دندون جلوشون دیگه قابل نگهداری نباشه توی نمای لبخندشون و خب طبیعتاً باید با ایمپلنت جایگزین بشه، اما ما میدونیم که روند انجام ایمپلنت ممکنه چند ماه زمان ببره تا بتونیم پروتز رو به بیمار تحویل بدیم، روکش رو به بیمار تحویل بدیم و دندون دوباره بیاد سر جای اول خودش. این نگرانی همیشه برای خیلی ها وجود داشته که چیکار کنیم، این مدت رو چجوری بی دندان بگذرونیم. امروز توی این ویدیو راجع به این موضوع میخوام با شما صحبت بکنم و یه کیس واقعی رو با همدیگه ببینیم از بیماری که اومده دندون جلوشو از دست داده و میخوایم براش ایمپلنت کنیم. و نکته مهم اینجاست که چطوری ما در طول 6-7 ساعت یه بیمار بیدندون با یه دندون از دست رفته رو تبدیل بکنیم به یه بیمار با دندون و بیمار امشب با دندون بره خونه. آیا امکانش وجود داره؟ ایمپلنت فوری اون چیزیه که این روزا یه مقداری ترند شده و در موردش صحبت میشه. امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم. تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. خب سلام، خوش اومدید به ویدئوی جدید کانال لذت دندان پزشکی با شما و من دکتر افشین کاووسی هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. یه توضیحاتی بهتون دادم که امروز در مورد چه موضوعی قراره با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی جذاب این ویدیو، برای خودم خیلی هیجان انگیزه که ما یه بیماری داریم که قراره اینجا مراجعه کنه، ما براش جراحی ایمپلنت انجام بدیم و همین امروز هم بهش پروتز تحویل بدیم و بره خونه. چه از این بهتر؟ مراحلش رو میخوایم با همدیگه قدم به قدم ببینیم که کسایی که شاید در این زمینه دچار مشکل باشن و این نگرانی درشون وجود داشته باشه یه خود امیدوارشون کنیم، حالی بهشون بدیم، حالشون خوب کنیم. و شمایی هم که شاید این مشکل رو نداشته باشین و این ویدیو رو داریم میبینید به اطلاعاتون اضافه میشه و میتونید برای کسانی که مشکل رو دارن توضیح بدید و در جریان قرارشون بدید. دندانپزشکی دیجیتال داره قوقا میکنه این روزا و این از هنرهای دندانپزشکی دیجیتاله که میتونیم ما تو یک روز به بیمارمون پروتز ایمپلنتش رو تحویل بدیم. بریم با هم ببینیم مراحل کار از چه قراره. خب این طرح درمانمون هست. همونطور که داریم میبینین دندون سانترال بالا سمت چپ رو بیمار مشکل باش پیدا کرده و اینجا توی تصویر ببینید چطوری وضعیت. حالا مثلا من این نمای 3D شو که بهتون نشون میدم مشخصه که این دندون به چه صورت دچار شکستگی شده و عرض کنم که این دندون قبلا هم اندو شده و اندو فیل شده، مشکل پیدا کرده. طراحی که ما انجام دادیم به صورتی هستش که در نظر گرفتیم که ایمپلنت جایی قرار بگیره که ما حد اکثر استخوان بیمار رو داشته باشیم، حد اکثر طول رو داشته باشیم که بتونیم یک گیر مناسب بگیریم از ایمپلنت. ببین اگر ما نتونیم یک گیر اولیه مناسب داشته باشیم داخل استخوان، طبیعتا انجام ایمپلنت فوری امکان پذیر نیست. ما باید یه تورک مناسب، هولوش تورک 35 نیوتن رو حداقل بتونیم تامین بکنیم. بنابراین برنامه ما از این قرار هستش که ما خیلی آهسته و بدون اینکه ترومای به استخوان وارد بکنیم، باید این ریشه دندون رو از جای خودش خارج بکنیم و بعد ایمپلنت رو در این مسیر با استفاده از سرجیکال گایدی که قبلا طراحی کردیم توی مسیرمون قرار بدیم که بعدا بتونیم ایمپلنت رو در مسیر درست و با گیر مناسب قرار بدیم. و مسئلهش فقط این هستش که با توجه به این زاویه که ما انتخاب کردیم احتمالا پیچش از ناحیه باکال خارج خواهد شد که برای موقت مشکل نداریم، اما برای بعدا که پروتز دائمیش رو میخوایم طراحی کنیم از انواع انگل سولوشن احتمالا استفاده میکنیم که توی ایمپلنت های گروه ITI یک راه حل بسیار خوب برای اینجور موارد هستش. حالا اونم بعدا شاید توی ویدیو جداگانه با هم دیگه صحبت کنیم در موردش. موارد دیگه که باید ببینیم این هستش که اینجا داره نشون میده که ایمپلنتی که ما میذاریم در هر سطحی با چه تایپ استخوانی در ارتباط خواهد بود. همونطور که داریم میبینیم عمده استخوانی که ما داریم اینجا از تایپ D2 و D3 هستش که تایپ بسیار خوب و مناسبی برای عرض حضور شما ایمپلنت هستش. من فکر میکنم گیر خوبی بتونیم بدیم و در نهایت برای اینکه اینو تضمینش بکنم من احتمالا یک شماره
دریلینگم رو آندر کار خواهم کرد که بتونیم گیر بهتری هم ایجاد کنیم و در نهایت هم این محیط هایی که از دندون خود بیمار باقی خواهد موند، اینها توسط پیوند استخوان و انجام گرفت پر خواهد شد. اینا یه سری صحبت‌های شاید یه مقداری تخصصی باشه در مورد کار، شاید همکارای دندانپزشکی رو می‌بینن و شاید بخوان در موردش اطلاعی داشته باشیم. من یه توضیح دادم که در جریان باشیم. بریم سراغ کار عملی. امیر جان سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ آره ببین یه زحمتی بکشیم امروز یه دونه کیس. خب اولین کاری که میکنیم میایم با لابراتوارمون یه هماهنگی میکنیم که آقای تکنسین لابراتوار ما داریم همچی کاری رو انجام میدیم، شما در جریان باش، اباتمنت داشته باشی، آمادگی داشته باشی که ما به محض اینکه اسکن رو برات فرستادیم شما زحمتش رو بکشی. خیلی خب، حدود ساعت 12:30 بعد از ظهر ما جراحیمون رو شروع کردیم و اولین قدم خب طبیعتاً خارج کردن اون دندون عرض کنم که غیر قابل نگهداری قدیمی بیمار هستش با استفاده از یه پریوتوم و با استفاده از یه تکنیکی که تا حد ممکن استخوان‌ها و بافت‌های اطراف عرض کنم که دندون آسیبی نبینه. اصطلاحاً این کار رو خیلی آتروماتیک انجام میدیم. مقداری کورتاژ و شستشوی در واقع حفره‌ای که دندون ازش خارج شده باعث تمیزتر شدن و حذف عوامل عفونی از ناحیه خواهد شد. این در واقع چیپس های استخوانی هستش به صورت آلوگرافت که قبل از انجام کار این رو هیدراته میکنیم، بهش سرم اضافه میکنیم که هیدراته بشه تا زمانی که بخوایم استفاده ازش بکنیم کاملا هیدراته شده باشه. اینها برای انجام پیوند استخوان مورد استفاده قرار میگیرن. خیلی خب، این چیزی که میبینید در واقع سرجیکال گاید یا همون راهنمای جراحی است که قبلا آماده کردیم با استفاده از طرح درمانمون و شروع میکنیم به انجام دریلینگ در مسیر از پیش تعیین شده و دقیق تا برسیم به جایی که در واقع این ایمپلنت رو برای بیمارمون کاشت کنیم. خیلی خوب، این فیکسچرمون هست یا همون در واقع ایمپلنتی که در داخل استخوان قرار میگیره، محلش رو آماده کردیم و به آرامی اون رو داخل استخوان قرار میدیم. خب قبلا هم گفتیم برای اینکه بتونیم ایمپلنت رو بلافاصله لود کنیم، بارگذاری کنیم، باید یه مقدار مشخصی از گشتاور نیرو در استخوان ایجاد بشه که اینجا در این کیس ببینیم به چه عددی میرسیم. بله، بین 40 تا 45 نیوتن تقریبا میزان در واقع تورک یا همون گشتاور نیروی ما هستش که بسیار گشتاور مطلوبیه، بالای 35 خوبه و ما موفق شدیم ایمپلنت رو یک جوری در داخل استخوان قرار بدیم با استفاده از تکنولوژی دیجیتال که قابلیت لود فوری رو داشته باشه. در این مرحله فضاهای خالی، قسمت‌های اضافی که حاصل از کشیدن دندون هستش، اینها رو با همون چیپست‌های استخوان در واقع آلوگرافت که قبلا آماده کردیم پر می‌کنیم تا فضای خالی باقی نمونه. این کار باعث میشه که میزان تحلیل استخوان و بافت نرم بعد از کشیدن دندون تا حدود بسیار بسیار زیادی کاهش پیدا بکنه و ما بتونیم شکل و در واقع حالت طبیعی بافت سخت و نرم بیمارمون رو بعد از انجام ایمپلنت در واقع حفظ کنیم که یکی از هنرهای مهم در واقع در انجام کار ایمپلنت هستش. اینجا میبینیم که ما بعد از انجام جراحی داریم اسکن رو انجام میدیم، در واقع این اسکن برای ساخت پروتز موقت برای بیمار هستش. این قطعه‌ای که می‌بینین اسمش در واقع اسکن بادی هستش، برای انجام اسکن ایمپلنت مورد استفاده قرار می‌گیره
و در واقع یه نقش مثل همون ایمپرشن کوپینگ رو توی سیستم های قدیمی ایمپلنت به عهده داره. در نهایت یک در واقع هیلینگ اباتمنت موقتا بسته میشه تا اون فضا رو کاملا ببنده، پر بکنه و ما تا بعد از ظهر که پروتز موقت میاد و جایگزین این خواهد شد، باید فضا رو در واقع پوشش بدیم، حالا یه مقدارش با هیلینگ و یه مقدارش هم با اضافه کردن مقداری کامپوزیت به هیلینگمون، در واقع سایت جراحیمون رو کاملا پوشش میدیم. در نهایت تهیه یک رادیوگرافی ما رو مطمئن میکنه که ایمپلنتمون رو در مسیر درست و صحیح خودش قرار دادیم و یه جورایی برای راحت کردن خیال خودمون این کار رو انجام میدیم. این اسکن نهایی هستش که تهیه شده و همونطور که میبینیم به سرعت این فایل زیپ میشه و توسط واتساپ برای لابراتوارمون به همین سادگی ارسال میشه. خیلی خوب، حالا ساعت 8 عصر شد، لابراتوار زحمت کشیدن برای ما پروتز رو آماده کردن و ارسال کردن. ما اولین قدم میمون هیلینگی که بسته بودیم رو باز میکنیم، ببینید چقدر تو همین مدت کوتاه بافت فرم گرفته، لخته تشکیل شده و این پروتز ما هستش که میبایستی به بیمارمون تحویل بدیم. خب ببینید، توی این مرحله یکی از مسائل بسیار مهم این هستش که در تمام حرکات فکی ما چک کنیم که این ایمپلنت تازه قرار داده شده و بلافاصله لود شده در واقع هیچ جور تماسی با دندانهای سمت مقابل خودش نداشته باشه، یعنی اصلا تا زمانی که ایمپلنت به اون حد اکثر استحکام خودش نرسیده، یعنی زمان حدود 2-3 ماه رو طی نکرده، ما اجازه نداریم فشاری روی این ایمپلنت در واقع وارد کنیم و این پروتزی که ساختیم در واقع فقط یک نقش حفظ ظاهر رو برای بیمار داره. بنابراین با استفاده از این کاغذهای کاربن چک میکنیم که دندون با دندونهای سمت مقابل در تماس نباشه و به بیمارمون هم خیلی خیلی توصیه میکنیم که به هیچ عنوان با این دندون غذاهای سفت یا اینها نجوه و خیلی مراقب باشه که فشاری روی این دندون وارد نشه تا زمانی که پروتز نهایی به بیمار تحویل داده بشه و اون موقع هستش که بیمار میتونه از این دندون مثل یه دندون کاملا طبیعی خودش استفاده کنه. در نهایت هم محل پیچ در واقع اباتمنت رو که همونطور که پیش بینی میکنیم از باکال خارج شده، این رو با یه کامپوزیت میبندیم و با استفاده از دیسک های پالیش به خوبی این رو پالیشش میکنیم، براقش میکنیم، صافش میکنیم تا غذا و پلاک و اینجور چیزها هم بهش نچسبه و به اضافه اینکه زیبایی هم داشته باشه و بیمارمون ازش برای زیبایی استفاده بکنه تا زمانی که گفتم که تایم نهایی تحویل ایمپلنتشون فرا برسه و در اون زمان در واقع این روکش موقت، این در واقع پروتز موقت با استفاده از یه پروتز دائمیه تهیه شده توسط سرامیک در واقع جایگزین خواهد شد. خیلی خوب، امروز هم تموم شد. امیدوارم دیدن این ویدیو ارزش وقتی که براش گذاشتین رو داشته، امیدوارم که استفاده کرده باشین ازش. پروتز رو تحویل دادیم همونطور که دیدید و بیمارمون هم شب با دندون رفت خونه. میخوام یه نکته رو بهتون بگم، این که 100% موارد هم نمیشه این کار رو انجام داد، باید به لحاظ استخوان، به لحاظ بافت نرم، یه سری شرایط باید برقرار باشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و خیلی وقتا حتی تا سر خود جراحی هم، یعنی تا قرار دادن فیکسچر و اطمینان از اینکه اون میزان گشتاور لازم رو توی استخوان گرفته، نمیتونیم قسم بخوریم که میتونیم بلافاصله پروتز به بیمار تحویل بدیم. ولی در کل این کار شدنی هست و استفاده از دندان پزشکی دیجیتال و عرض کنم که سیستم های ایمپلنت هدایت شونده یا گایدد
میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه مطمئن‌تر این کار رو انجام بدیم. مثلا به نظر من یکی از شروطش در واقع میتونه همین داستان باشه. ازتون تشکر میکنم که تا این ساعت با من همراه بودید. روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که پیروز و سلامت باشید. تا یه ویدیو دیگه همتون رو به خدا میسپارم.